کشته شدن قاسم سلیمانی در چندی قبل که توسط امریکا این عمل رو انجام داد، تضعیف جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر میشه و قدرت مردم و اعتماد به نفس مردم بیشتر میشه، برای اینکه دیدن که یک آدمی که به عنوان یک قهرمان ازش یاد میشد در یک اتومبیل در حال رفتن از فرودگاه به کشور عراق کشته شد و دود شد. البته مراسمی که براش گذاشتند خامنه‌ای و طرفدارانش برای این بود که نشان دهند قدرتمند هستند، در حالی که چنین نبود و مردم ایران برای دفن این آدم کلی از خانواده‌هایی که در سپاه پاسداران هستند، در ادارات هستند، مدارس هستند، آوردند بدون اینکه علاقه داشته باشند، تعدادی رو آوردند در مراسم دفنش و در کرمان هم برای همین نشون دادن جمعیت زیاد تعداد زیادی کشته شدند. متاسفانه چه صحبتاش شده است. اما اینکه قاسم سلیمانی رفت بعد از اون نوبت رهبر جمهوری اسلامی است یا نه، یا اینکه میخواهند مردم خودشون این رژیم رو ساقط کنند، که منطقی راه این هست که مردم متحد و بسیار قوی وارد صحنه بشن و با تظاهرات و اعتصابات رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط کنند و ایران رو آزاد نمایند. اما اگر این عمل انجام نشه، آیا ترامپ نقشه داره که رهبر جمهوری اسلامی رو عین قاسم سلیمانی به نحوی اون رو از سر راه برداره یا نه؟ البته صحبت ها و گمان زنی های کم و بیش میشه، ولی اینکه ترامپ این کار رو بخواد انجام بده قطعی نیست. در رسانه های فضای مجازی و رسانه هایی که بیشتر مردم اونها رو هدایت میکنند و خبرهاش راستر و درستر هست، صحبت هایی از این هست که بعد از قاسم سلیمانی نوبت رهبره و عکس هایی رو به نمایش میگذارند با عکس خامنه ای و ترامپ. اما این کار شدنی هست یا نه، جزو سیاست هایی است که امریکا پیش میبره. و در اصل امریکا در حال حاضر نقشش این است که رژیم جمهوری اسلامی عوض بشه و یک رژیم دموکرات و رژیمی که مردم طرفدارش هستند رو روی کار بیاره. حتی کشورهای دیگه، انگلستان، فرانسه، آلمان هم به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی مخرب اصلی در خاورمیانه است و جهان رو رو به نابودی و کشمکش و تحریک و نابسامانی هایی که وجود آورده سوق میده. برای همین دیگر جایز نیست که رژیم جمهوری اسلامی با وضعیتی که الان داره حاکم باشه بر ایران. حتی مردم ایران در تظاهرات آبان ماه نشان دادند که این رژیم رو نمیخوان و مجبورن فعلا باش کنار بیان، و رژیم هم که 1500 تا حداقل که خیلی بیشتر از این هاست رو کش و 7-8 هزار هم زندانی است و تعدادی هم معلوم نیست که میگویند میخواد اعدام کنه از کسانی که دستگیر شدن. صحبت های متفاوتی هست که آیا بعد از قاسم سلیمانی نوبت خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که به شکلی فاجعه آمیز کشته بشه یا نه. هیچ چیز بعید نیست. آیا کسی فکر میکرد که قاسم سلیمانی کشته بشه توسط امریکا؟ کمتر کسی روی این مسئله فکر میکرد. ولی به هر حال اگر رهبر هم کشته بشه، اینها کسی دیگر رو میگذارند و ادامه میدهند. مهم این است که رژیم جمهوری اسلامی باید ساقط بشه و رژیم جدید و رژیم مردمی باید بیاد سر کار، تا ایران به شکلی بشه که جهان و مردم ایران اون رو دوست داشته باشند و برخورد و رفتاری نرمال داشته باشه. به امید روزی که کشور ایران همچون گذشته ها قدرتمند و طرفدار صلح و آزادی باشه.